آمین آمین. آیا انسانی بر روی زمین هستش که رنج، درد، غم، اندوهی رو تجربه نکرده باشه؟ مسلماً چنین چیزی نخواهد بود. موقعی که خیلی کوچک بودم تصور میکردم افرادی که خیلی ثروتمند هستن، افرادی که توی یک جایگاه‌های خیلی بالا هستن، به طور خاص شاهزاده ها، پادشاهان، هیچ غم و رنجی ندارن. این افکار دوران کودکی بود. اما چند سال پیش وقتی که زندگی نامه شاهزاده رضا پهلوی رو خوندم، باور کنید شاید یک چهارم از اون کتاب رو خونده بودم. وجود من رو غم گرفت و نتونستم ادامه بدم. شخصی که پدرش پادشاه ایران بود، وقتی در رابطه با مسائلی که براشون پیش اومده بود، وقتی که صحبت از این میکرد که چه دورانی رو دور از خانوادش به خاطر اینکه بتونه در آینده کشورداری بکنه دور بوده، از اون احساس محبت پدر مادر دور بود و این چیزها رو من اون زمان اصلا درک نمی کردم و نمی دونستیم، دیگه نتونستم اون کتاب رو ادامه بدم. دیدم شاهزاده هام نیز توی مشکلات و سختی ها و رنج ها هستن و جهان این گونه هستش. وقتی که از باغ عدن آدم و حوا رونده شد، متاسفانه در غم و اندوه نیز سهمی گرفت و سهمی داشت و هیچ انسانی نمیتونه بگه که من غم و رنج رو، درد رو تجربه نکردم. پزشکی رو میکنه به مریض خودش و به مریضش میگه دو تا خبر برات دارم. یکی از خبرها اینه که جواب آزمایش تو اومده که تو 3-4 روز بیشتر زنده نیستی. و خبر بعدیش این هستش که این خبر 1 هفته دیرتر به ما رسیده. واقعا تو این جهان چه خبری میتونه به من و تو برسه که میتونه این خبر کاملا خبر خوشایند و شادی باشه؟ من از خودم میخوام بگم، از خودم که وقتی که دوران تینیجری رو 15 سالمون بود داشتیم سپری میکردیم به دام متاسفانه ارتش سرخ و سیاه گرفتار شدیم، مسلمانای رادیکال و کمونیست های فالانج که در مسیر خودخواهی خودشون سرزمین ما رو به تباهی کشیدن، به خودمون اومدیم. بعد از اون موقعیت و اون تحول بد متاسفانه یک دفعه دیدیم صدای اون شک و بام داره ما رو اذیت میکنه. جنگ شد. در کنار این صدا، تحمل این صداها، شعارها و افرادی که کشته شدن برای وطن، به ما چقدر عذاب دادن این نظام اسلامی که حتی به نوع لباس ما ایراد می‌گرفتن، مجال اینو نداشتیم موزیک گوش کنیم. این دوره رو سپری کردیم، علاقمند شدیم به مسائل سیاسی که تو همین مسیر بود که تو این مبارزه بود که من تیر خوردم و بارها این رو گفتم و فقط تو اون بیمارستان من تنها شاهد زنده هستم تا اونجا که من خبر دادم. امیدوارم این درست نبوده باشه که همه اونهایی که زخمی بودن تو اون بیمارستان رو بردن زندان و اعدام کردن، ولی منو به توسط یک پرستار خوب لطف کرد چون سنم از همه کمتر بود، منو فراری دادن. این دوره رو گذروندیم، ازدواج کردم. بعد از ازدواج که قسمت خوب زندگی من هست، مشکلات و سختی ها همواره بود، چون که در سرزمینی زندگی میکردیم تحت استعمار نظامی بود که به هیچ وجه رأی نیکویی و محبت برای مردمش نداشت. توی مشکلات و سختی ها درگیر بودم. از طرفی دختر بزرگم کسالتی داشت، ولی تو همین موقعیت ها بودم که مسیح رو ملاقات کرد. بعد از اون دخترم شفا گرفت و یک بار دیگه من عبور کردم. عبور کردیم از دوران جنگ که احتمال داشت توی سربازی من کشته میشدم. عبور کردم از دوران موقعیت سیاسی. عبور کردم از این که داشتم هلاک میشدم. مسیح دست من رو گرفت. خدا من هدایتم کرد در کنار که توی ایران خدمت میکردم، بشارت میدادم، خبر خوش نجات رو میدادیم، تهدید شدم و با هدایت خدا از ایران اومدیم بیرون.
توی فرودگاه بودیم که ما رو لو دادن، ولی خداوند حتی ما رو از توی فرودگاه عبور داد، نذاشت اینجا برای ما مشکلی ایجاد بشه. وارد اتریش شدیم، گفتن دیگه پناهنده تو نمیپذیرن و شرایط بسیار سخت شده و کسی هم حتی نمیتونه به کشور دیگه بره. خدا شرایط رو ایجاد کرد، ما از اونجا عبور کردیم، به سرزمین آمریکا آمدیم، خدا رو شکر کردیم، مشغول خدمت شدم، مشغول رفتن به دانشگاه شدم، دروس الهیات رو خوندم، اومدم خدمت خودم رو شروع کنم، حملات دوباره شد، روح حسادت هم نکردیم بار و باعث آزار و رنج بود، اما خدا من بازم من رو عبور داد، در کنارم خادمین و مردان و زنانی رو قرار داد که بتونیم این خدمت رو ادامه بدیم. 12 سال هست که این خدمت رو داریم در کنار خادمین در کلیسای پرستش مسیح. امروز هم یک موضوع دیگه ای هست، امروز هم یک سختی دیگه ای هستش. فراموش نمی کنم قبل از اینکه بخواد سال 2020 اعلام بشه، من در رهبران کلیسا با هم دیگه دعا میکردیم. یکی از رهبران گفت خداوند با قلب من صحبت کرد و نبوت کرد که سال 2020 سال بسیار سختی خواهد بود، که دل من پر میخواد. گفتم واو چی داری میگه؟ ولی گفت خدا میگه از اون میز عبور خواهید کرد. یک هفته بعد که سال تأخیر شده بود، سال 2020، خودم در دعا بودم، وقتی دعا میکردم خدا من با قلبم صحبت کرد، از سختی ها و مشکلات خواهی رفت، اما من تو و کلیسای تو رو و خانواده تو رو عبور خواهم داد. چند روز بعد یکی از خادمی که نبی هست از اروپا من تماس گرفت، اونم همین رو گفت، گفت برادر رسول، خدا با قلبم صحبت کرده، امسال سال سختیه ولی خدا فرزندان خودش رو عبور خواهد داد. پس هم وطن عزیزم، چه ایمان به مسیح داری و چه نداری، این رو بدون، خدا تو رو عبور خواهد داد، همون گونه که خداوند قوم اسرائیل رو عبور داد، همون گونه که نام کلمه پسح یا فسح رو داد، همون گونه که 2000 سال هستش که هر کس به مسیح ایمان می آورد خداوند او رو از هلاکت عبور میده تا نجات رو داشته باشه. پس نترس در این روزها و نگران نباش، چرا که خداوند میخواد ما را حتی از این دوران نیز عبور بده و مطمئن باشیم که خداوند با فیضش تمام آنانی که به دنبال حقیقت هستند دستگیری خواهد کرد و با فیضش آنان را در جایگاهی قرار میده تا بتونن عبور از مشکلات رو ببینن و به اون سختی هایی که امروز حس میکنن احساس میکنن نرسن. پس مجال ترس رو نده، مشکلات همیشه بوده، وباها همیشه بوده، ویروس ها همیشه بوده، رنج ها همیشه بوده، بیکاری ها همیشه بوده، فقر همیشه بوده، ظلم همیشه بوده متاسفانه، چرا که بر روی زمین شیطان سلطنت میکنه و انسان رو به غروری میرسونه که تکیه بر علم خودش کنه، تکیه بر ثروت خودش کنه و فراموش کنه محبت رو، فراموش کنه خالق خود رو، فراموش کنه هدف خلقت رو و فکر میکنه در این جهان همیشگی هست. در زمانهای قدیم استاد شیمی وقتی که به شاگرد خودش تعلیم میداد، یک بار بینشون بحث شد و شاگرد که پر از غرور بود او رو تهدید کرد که من زهری رو درست خواهم کرد و اگر تو بخوری نمیتونی پاد زهرش درست کنی و تو خواهی مرد. استاد نگاهی به شاگرد کرد، گفت منم برای تو زهری رو درست میکنم که نخوریش، فقط ببینیش و بیفتی. یک هفته به هم فرصت دادم، شاگرد تمام آنچه رو که میتوانست بدترین زهر رو ایجاد بکنه جمع کرد و درست کرد و یک معجون زهر درست کرد برای استاد خودش تا اون رو از بین ببره. اما هر روز 2-3 بار میرفت نزدیک خونه استاد و میدید صدایی میاد مثل هبنگ پق پق،
دوستانشون میفرستاد، اونها میگفتن رفتن نگاه میکن، خبر میدادن بابا معلوم نیست داره چی کار میکنه، خیلی خود خونه سر و صداست. و روز موعود رسید، شاگرد با یک زهر، یه زهر از زهر نزد استاد اومد. استاد ایستاده بود و یه زهر آبی که درش بود مانند یک محلولی که درش مانند یک آب بود. شاگرد همین که اونو نگاه کرد گفت این زهره؟ گفت بله. گفت ولی مثل آبه. گفت من اینو برای تو درست کردم. و شاگرد یک باره افتاد، قش کرد. استاد از همون آب برداشت پاچید توی صورتش، به هوش اومد و بهش داد خورد. گفت نه نمیخورم. گفت نه ترس، این آبه، این زهر نیست. گفت ولی تو خیلی سر صدا میکردی، میکوبیدی. گفت من آب تو هوای میکوبیدم، اون ترس تو رو به زهر آورد. هموطن عزیزم نترس، امروز خدا رو شد علم پزشکی به جایگاهی رسیده که به ما هوشیاری ها رو میده. هوشیاری رو بگیریم، مثل ما کلیسا فرزند مسیح هوشیاری رو گرفته، میدونیم یه تدبیر چگونه عمل کنیم، اما هرگز نخواهیم ترسید، چون ترس از طرف خدا نیست. پس با قوت بایستید لطفا به عنوان فرزندان خدا و با ایمان. تعریف ایمان همین هستش. نویسنده عبرانیان 11:27-29 اعلام میکنه ایمان باعث شد که موسی مصر را ترک کند، اون جایگاهی که محل خرافات، بردگی و اسارت بود. اگر ایمان داری از جایگاه ترس بلند شو، مجاری رو نده با افکار ترس زندگی کنی. آنچه که درست هست رو انجام بده، اما ترس بشر اجازه نده بر افکار تو غالب بشه. و ادامه میده و از خشم شاه نهراز، هوشیار باش از خبرهای بدی که بهت میرسه نسبت به مبتلایان به ویروس کرونا، نسبت به عزیزانی که جانشون رو از دست دادن. خودت رو اونجا نبین هموطن عزیزم، تکیه کن بر دستان پرمحبت خدا و از اون بطلب، زیرا که او مانند کسی که خدای نادیده را همیشه در جلوی چشمان خود میبیند ثابت قدم بود. خدا رو در برابر خودش میدید موسی. عملی که انجام میداد، عصایی رو که بلند میکرد، از صخره‌ای که آب میومد، قدرت و توان خودش نمیدانست، قدرت و توان خدا میدانست. به قدرت و توان من و تو نیست. امروز هم ما داریم دعا میکنیم که پزشکان ما، محققین عزیز ما بتوانند به حکمت خدا واکسن کرونا را کشف کنند. هموطن عزیزم، نه اینکه فکر کنیم انسانی باشه. افلاطون زیبا میگه در این قسمت، میگه انسان هرگز که چیزی رو کشف نمیکنه، اختراع نمیکنه، به یادش میاد. این خداست که مکشوف میکنه که این ویروس چگونه میتونه ساکت بشه و چگونه میتونه درمان بشه. آیات ادامه میده، موسی فصح را، فصح از کلم یعنی عبور، یعنی گذر. موسی فصح را برقرار نمود. فصح را در قلب خودت برقرار کن، عبور رو بپذیر در افکارت که تو عبور خواهی کرد از سختی ها، نه تنها ویروس کرونا، هر مشکل و هر سختی. امسال سالی هست که خدا تو رو میخواد برکت بده. آن خبرهایی که امروز چه واقعی و چه نادرست، چرا که ما میدانیم حقیقت از طرف خداست که خدا انسان را آفرید که انسان در ضعف و سختی و مشکلات نمونه. اما واقعیت این هست که اون حقیقت تبدیل شد به چیز دیگه که شیطان دلیلش بود در واقع عدم. با واقعیت زندگی نکن، با حقیقت که خدا عاشق توست، تو رو دوست داره و خدا میخواد تو رو دستگیری کنه و تو رو محبت کنه و تو رو عبور بده زندگی کن. موسی فصح رو برقرار نمود و خون را پاشید که کفاره هست و ما ایمان داریم که 2000 سال پیش این خون بر هر ایماندار مسیح پاشیده شده و همین دلیل اقتدار ما شده که میتوانیم با خدای زنده سخن بگیم. و ادامه میده تا فرشته مرگ نخست‌زادگان اسرائیل را نکشد، چرا که فرشته مرگ در مصر آمد و بالای هر خانه‌ای که خون برده بود اجازه نداشت که وارد بشه و نخست‌زاده‌ها رو بکشه. امروز تو که مسیح ایمان آوردی، با دلیلی بیست، نترس، خدا با توست،
خبر خوش نجات رو به دیگران بده تا آنان نیز از خون مسیح این برکت نجات رو ببینن. از راه ایمان بود که قوم اسرائیل از دریای سرخ عبور کرده، چنانکه گویی از زمین خشک می‌گذرد، اما وقتی مصریان سعی کردند از آن بگذرند غرق شدند، چرا که اونها با ترسا و نگرانی‌هاشون و به تبعیت از دنیا عمل کردند که فرعون بود. و هوشیار باش، امروز مبادا ترس‌ها فرعون فکر و دل و احساس تو هموطن عزیزم بشه. ما در کنار ایمانمون همونی که عرض کردم حتما قوانین بهداشت رو رعایت میکنیم، قوانین پزشکی، علم پزشکی رو نیست رعایت خواهیم کرد، اما این گونه نیستش که با این موقعیت ما به اسارت طمع بریم، به اسارت ناامیدی نیست گرفتار بشیم و در دام شتاب زدگی قرار بگیریم. هرچند متاسفانه میبینیم در خیلی از موقعیت‌ها در سرزمین‌های مختلف، حتی همین آمریکا، آنقدر افراد رو ترس در بر می‌گیره با توجه به اینکه دولت اعلام کرده توی خونه‌هاتون بشینید، اگر ضرورتی نیست از خونه نیاید بیرون، اما می‌بینیم توی بعضی از فروشگاه‌ها چه صف‌های فشرده کنار هم هستن و اینجاست که ترس با خودش طمع رو میاره، ترس با خودش خودخواهی رو میاره. کشور و سرزمینی مانند آمریکا که این همه منابع و معادن داره، این همه مواد خوراکی داره، نباید دیگه وارد چنین موقعیت‌هایی بشه. اما ترس هست که داره این بلا رو سر مردمی میاره که طمع بکنن برای چیزهایی که دارن ولی باز حرص میزنن. در نامه اول قرنتیان 5:8 میخونیم، اعلام میکنه برابر این عید فصح، اون جشنی، اون شادی که در دل من و تو خداوند قرار داده به عنوان عبور از تمام دردها و رنجها، بنابراین عید فصح را نه با خمیر مایه ترش و کهنه که درش مذهب هست. خیلی هستن که امروز دست به اعمال و رفتاری میزنن که ما میمونیم خدا دوسته، تمام قوانین مذهبی خوش انجام میده، ما چقدر میترسه چون خمیر مایه انسانی داره، چون از بعد حقیقی محبت خدا آگاهی نداره. بنابراین عید فصح را نه با خمیر مایه ترش کهنه که خمیر مایه بدخواهی و شرارت هست، بلکه با نان فطیر که نان صمیمیت و صداقت است نگاه داره، با محبت، با عشق. زمانی که من اعتماد کامل دارم به خداوندم، به مسیح، مسلماً این قلب من پر از عشق و محبت هست. اگر میبینم نسبت به نیازهام به اندازه کافی برای یکی دو هفته توی خونه نیازهام رو دارم، دیگه طمع نمی کنم، حرص نمی زنم، چرا که صداهای منفی دیگه روی گوش من، ذهن من نمیتونه تأثیر بذاره که این دوران امکان داره یک سال بکشه. مواظب باشید، خدا با ماست، پس چرا ترس، پس چرا این نگرانی باید بر ما باشه اگر حقیقتاً ما مشتاق خدای حقیقی هستیم؟ اما چگونه میتوانیم در این عبور خودمون رو قرار بدیم؟ در مزمور 34:8 میخونیم، اعلام میکنه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. این قدم اول هست، میگه بیکار شدم، میگه خونه نشین شدم، میگه وقتم خیلی زیاد هست، این وقت به تو داده شده هموطن عزیزم، نه فقط فیلمای سینمایی، خوبه ببین، نه فقط اون اینستاگرام چه خبره، خوبه ببین، نه فقط تلفن با تلفن، برحال لازم هست به این مقداری، اما وقت تو بذار، از محبت خدا پر شو، بچش، ببین که خدا نیکوست، چرا که اخبار دنیا داره تو رو بیشتر میترسونه، تو رو نگران میکنه. یک خبر خوش هست که همیشگیه و جاودانه است و اون خبر خوش انجیل مسیح هست. وقت بذار برای کلام خدا تا بتونی تو این موقعیت نیز در امنیت خدا باشید و عبور کنید از این مشکلات. بچشید و ببینید خداوند نیکوست، خوشا به حال شخصی که بدون توکل میکند، وقتی که ما میتوانیم. اما میخواییم بریم با هم دیگه مزمور 27 رو بخونیم از 1 تا 14. لطفا اگر
در منازلتون کلام رو دارید، تشویقتون میکنم کلام رو باز کنید. ما از تفسیری میخونیم، از همون قدیمی هستش، که بتوانیم در این مسیر نیست ما توی یک موقعیتی خاصی خودمون رو قرار بدیم که چگونه ما میتونیم عبور کنیم. میدونیم که عیسی مسیح هم نیست در انجیل یوحنا 16:33 به ما اعلام میکنه که من نمیگویم که مشکلات و سختی ها برای شما نخواهد بود. مشکلات و سختی ها هست، اما همون گونه که من پیروز شدم، شما نیز میتونید پیروز بشید، چون مسیح هم عبور کرد. مسیح روی صلیب رفت، مرد، اما قیام کرد، خودش عبور کرد از هلاکت، از مرگ عبور کرد و زنده شد. پس اگر من و شما به اون ایمان داریم، با این ایمان قیام خودمون رو باید ببینیم و فکر نکن هموطن خوبم همه چیز تو باید کنترل کنی، مواظب خودم باشم، خودتو قرنطینه کردی، کار خوبی کردی، مقداری نیازهات آماده کردی، کار خوبی کردی، اما هوشیار باش، همه چیز تو نمیتونی، من نمیتونم کنترل کنم، این خداست کنترل میکنه. دوست عزیزی سالها پیش به من میگفت، توی ماشین نشسته بودم و در کناری که داشتم میرفتم توی اتوبان، یک بار خانمم زنگ زد به من گفتش که داری میای خونه، اینو 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 بگیر. گفتم گرفتم. گفت اه، گفت چند دقیقه ازش دخترم زنگ زد، گفت بابا اگه داری میای رفته فروشگاه اینو اینو بگیر. گفت بهش گفتم من گرفتم. گفت همین داشتم میرفتم دیدفعه دیدم همکارم زنگ زد من، گفت فلانی برای فردا لطف کنی قصه رو آماده کن، به فلانی زنگ بزن. گفت من همه این کارا رو انجام دادم. گفت تلفن سومی گذاشتم، به خودم گفتم واو، من همه چیز رو کنترل میکنم. گفت این دقیقاً این جمله بود که من گفتم، گفتم همه چیز رو کنترل میکنم و میگه لحظه دیگه هیچ نشدیدم، چشمامو باز کردم تو بیمارستان بودم. و وقتی که بهوش اومده بوده بهش گفتم از پشت سر به تو یک ماشین تریلی زده با ضربه و تو رو پرت کرده و چقدر خدا با تو بوده که ماشین دیگه به تو نزدن. میگه به یاد همون جمله افتادم، گفتم خدایا منو ببخش، این تو هستی که زندگی ها رو میتونی کنترل کنی، نه انسان ها. پس هموطنان عزیزم، در کنار رعایت نظم، قانون، بهداشت، قوانین، اجازه بده کنترل زندگی تو دست خدا باشه که پدر حقیقی تو هست. بریم بشنویم از مزمور 27 و من نکته به نکته اینها رو نیز اعلام میکنم نسبت به آیاتی که خونده میشه. اطمینان در خداوند. آمین. خداوند نور من و نجات من است. سپاس. پس میخوام به 8 نکته بپردازم. اگر در طول موعظه برای پرویز عزیزم امکان پذیر بود، اون 8 نکته هم میتونن بذارن، عجله نداریم که این 8 نکته هم شما میتونید عزیزان داشته باشید. پس آنچه را که داره نویسنده اعلام میکنه نسبت به این که اطمینانش به اینه که خدا نور اونه، پس به اون آگاهی میده، به اون حکمت میده، آیا این اعتماد رو داری؟ پس قدم اول این هست که بیاندیشم به شناخت خدا، به معرفت خدا که اون آگاهی من هست، که اون آرامش من هست، که اون قوت و توانایی من هست و ملجای جان من هستش. همونگونه که در انجیل متی 13:22 میخونیم، اعلام میکنه اندیشه های این جهان کلام را خفه میکنه، خبرهای بد، هوشیار باش، وزنه فکرت رو بیشتر از اندازه به اخبار دنیا نده که باعث ترس تو بشه. اما اول پتروس 5:7 زیبا میگه، اعلام میکنه تمام اندیشه های خود رو به مسیح واگذار کن، چرا که وقتی اندیشه مسیح میاد در مسیر عشق میاد، در مسیر محبت میاد. نویسنده اعلام میکنه اندیشه او معمار و آفریننده است، میتونه راه رو باز کنه،
میتونه معماها رو حل کنه، میتونه رفع مشکل کنه، ولی زمانی که ترس و نگرانی غالب میشه متاسفانه به ما آسیب میزنه. بله؟ از کی بترسم؟ خداوند بر جای جان من است. آمین. از کی هراسان شوم؟ چون شریران بر من نزدیک شدن تا گوشت مرا بخورن. نکته بعدی این هست که بعد از بیاندیشم بشنوم. بشنوم از کارهای عجیب خداوند. بشنوم از گواهی هایی که هست که خدا چه کارهای بزرگی انجام داده. در مزمور 46 یک میخونیم، اعلام میکنه خدا مرجع و قوت ماست و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت میشه. تو رو توی جایگاه قرار نمیده که بترسی و نگران باشی. میگه فوراً یافت خواهد شد، پس اون رو صدا کن و وقتی اون رو صدا کنی اینو مطمئن باش امیدی در قلبت هستش. همونگونه که عرض کردم و همه تجربه کردیم، دردها، رنجها، مشکلات هست، اما ترس باعث این خواهد شد که ما نتوانیم به خوبی رشد کنیم. خیام خیلی زیبا میگه، همه با این شعر آشنا هستیم که اعلام میکنیم، روزی که گذشت از او یاد مکن. میگه افسوس گذشته رو نخور، شکستهای گذشته، پارسال چه اتفاقی افتاد، برای دیگران چه اتفاقی افتاد. امروز تو برای خدا ارزش خاصی داری، یونیک هستی. خودت رو نسبت به بدی‌های گذشته و نسبت به دیگران که آسیب بردن توی یک موقعیت قرار نده. روزی که گذشت از او یاد مکن، فردا که نیامده فریاد مکن. چرا نگران فردا هستی؟ فردات هم تو دست خداوند هست، پس به دستان اون بسپار. بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. خوش باش در کلام، خوش باش در حضور خدا، خوش باش با همین برنامه هایی که امروز میدونم کشیشای محترم امروز دارن به توسط تمام رسانه ها این خبر خوش و آرامش و امید و سلامتی رو به تو میدن. نه تنها میگم کلیسای پرستم مسیح، بلکه هر کلیسایی که چنین امکانات رو گذاشته از این امید پر شد، از این قوت بنا شد، در حضور خدا برو در دعا تا بتونی این برکت رو نیز بگیری. بله؟ یعنی خصمان و دشمنانم ایشان لرزیدن و افتادن. نکته سوم این هست که ببینم. پس بیاندیشم، بشنوم، حالا من باید ببینم. چی رو ببینم؟ چشماندازی از رویاها و وعده‌های خدا تا مبادا ترسان بشم، مبادا تو یک شرایطی قرار بگیرم که پر از غرغر و شکایت بشم، پر از نگرانی بشم و آسیبی بخورم که نتونم از این موقعیت نجات پیدا کنم. در انجیل متی 9:23 میگه اگر میتوانی، اگر میتوانی ایمان آری، اگر میتونی ببینی، اگر چشمانداز تو این هست که رهایی پیدا خواهی کرد از ویروس کرونا، چشمانداز تو این هست که رهایی پیدا خواهی کرد از تمام مشکلات، چشمانداز تو این هست که مسیح میتونه کمکت کنه، به این میگن ایمان. اگر میتوانی ایمان آری، مؤمن را همه چیز ممکن است. همه چیز برای تو ممکن هست. پس چرا ترس؟ پس چرا نگرانی؟ پس چرا آسی؟ جوانی به خاطر بیکاری و شرایط بدی که داشت مدام شکست می‌خورد و هر بار که می‌رفت نزد مادرش می‌گفت این پدر ما هیچ ارثی نذاشت برای من، ولی همه میگن که سینی طلا ما داشتیم، اون سینی طلا کو؟ مادرم گفت اون یادگاری پدرت هستش، تو به اون کاری نداشته باش، تو برو خودت کار کن. و هر چند وقت یه بار این جوان می اومد و شروع کرد درباره این سینی طلا صحبت کردن. یک روز مادر سینی رو میاره و میگه اینم این سینی. پسر میبینه میگه من الان میرم با این یه سرمایه درست میکنم. وقتی که میره توی بازار، چون کسی قیمت رو نمیدونسته، بنابراین یه شخصی توی بازار میگه این تو دست من باشه، من این سرمایه رو به تو میدم. جوان این سرمایه رو میگیره و مشغول کار میشه و سرمایه میسازه و وضعیت مالیش خوب میشه. وقتی برمیگرده
و این پول رو به برگردونه به اون شخص تاجر که توی بازار بوده، اون شخص میگه من میخوام این سینی رو از تو بخرم. میگه نه، این چون یادگاری پدرم هست نمیخوام بفروشم. میگه پس حداقل بذار ارزیابی کنیم قیمتش چنده. یک شخص کارشناس که نسبت به درس طلا اطلاعات داشته صدا میکنه و محک میزنه، میگه اصلا این طلا نیست، این رنگ طلا رو داره ولی طلا نیستش، این فلز طلا نیست و قیمتی هم نداره. پسر ناراحت میشه و سینی رو برمیداره میبره پیش مادرش. میگه مادر این که طلا نیست. مادر میگه من که نگفتم طلا است. میگه پس من که گفتم طلا است توی چی نگفتی؟ گفت نخواستم به فکر طلاییت آسیب بزنم. ایمان داشته باش به مسیح، ایمان داشته باش که تو رو رهایی خواهد داد. این امید رو داشته باش، نذار کسی این ایمان رو از تو بگیره. اگر توی جهان مردم با خوشخیالی به جاهایی میرسن، چقدر بیشتر من و تو که به مسیح ایمان داریم، من و توی به خدای زنده یهوه ایمان داریم. بعد بفهمید اگر لشکری بر من فرود آید دلم نخواهد ترسید، اگر جنگ بر من برپا شود در این نیز اطمینان خواهم داشت. نکته بعدی این هست که بخوانم، پس بیاندیشم، بشنوم، ببینم، حالا بخوانم. بخوانم کلام خدا، از کلام خدا تغذیه بشم. به طور خاص در این روزها هموطن عزیزم، چرا سرگرمی؟ چرا نگران هستی؟ چرا میترسی؟ چرا وقتتو میذاری تلف بشه؟ در انجیل یوحنا 5:24 میخونه، اعلام میکنه آمین آمین به شما میگویم هر که کلام من را بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و در داوری نمی آید بلکه از موت به حیات منتقل گشته است. کلام خدا رو هر روزه بخونید. میگه امروز کاری ندارم انجام بدم، برنامه‌هاتو بیشتر کن برای خوندن کلام خدا، وقت بیشتری برای کلام خدا بذار، ببین چقدر امید در قلب تو کاشته میشه، چقدر زندگی تو عوض میشه. میخوای چه کار کنیم توی این روزها؟ این روزهایی که دولت ها میگن مردم کمتر بیان بیرون، اگر ضرورت هست بیان بیرون. امروز دوستی من زنگ زد، یکی از هنرمندانی هستش در بین ایرانی ها که حالا سلامه میدونم اسمش رو میگم، شاید راضی نباشم، تماس گرفت گفت بعد رسول الان مدتی که من تو خونه هستم. گفتم خب همه همینطورم. گفت برای روی پوست من یه چیزایی اومده آبی و سبزه. گفتم چی شد؟ به دکتر زنگ زدی؟ گفت بله به دکتر زنگ زدم، به دکتر گفتم. بعد دکتر من گفتش که این از بس که تو خونه موندی کپک گرفتی. البته مزاح شوخیه. هموطن عزیزم، قرار نیست ما تو خونه بمونی، فکرمون کپک بگیره. هوشیار باشی، اتفاقا امروز در خانه هستی، وقت بیشتری با کلام خدا بذار. اتفاقا فکر کن چه کار باید میکنی. به طور خود تو ایمان داری که به مسیح ایمان داری، سال هاست در قلبت هست که توی گروه پرستش باشی، شروع کن با خادمین، با کسی که مسئول پرستش هست تماس بگیر، بگو من میخوام بیام تو گروه پرستش، میتونی کمکم کنی؟ با همین تلفن به من یاد بده. شما که برادرم در قلبت هست، کلامی رو به مردم بدید. میتونید با شبانانتون تماس بگیرید، شروع کنید کلام رو بیشتر خوندن، ادبیات مسیحی رو خوندن و شروع کنید اتفاقا از این فرصت خوب استفاده کردن که بتونید رشد کنید، نه توی جایگاهی قرار بگیرید که بگی من ساکن هستم کاری نمیتونم بکنم. تو میتونی کاری انجام بدی، تو میتونی دعا کنی، تو میتونی از روح خدا پر بشی، از عطایا پر بشی، میتونی به علم خودت اضافه کنی و شرایطی رو برای خودت درست کنیم که این شرایطی رشد باشه. بله بفرمایید. یک چیز از خداوند خواستم و آن را خواهم طلبید. نکته بعدی این هست که بدانم. من دوباره میگم بیاندیشم، بشنوم، ببینم، بخوانم، حالا باید بدانم. چی رو بدانم؟ اراده خدا رو بدونم که اراده خدا چیست در زندگی من. من میدونم که اراده خدا نیکوست، تو هم میدونی اراده خدا نیکوست، از اراده خدا رو بخواه. هموطن عزیزم، از اون بخواه اراده خدا توی زندگی تو چیه و تمام ذهن تو در اون مسیر نیست. قرار بده. در مزمور 32 اعلام میکنه خداوند شبان من است، 32:1
خداوند شمام من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود، هیچ چیز. اگر این رو ایمان داری بیست، این اراده خداست برای تو که تو محتاج به هیچ چیز نشی. شخصی تو یک دوراهی مونده بود و سر این دوراهی یک چوب بنداخت بالا، یه نفر از کنارش رد شد، گفت ببینم چه کار داری میکنی؟ گفت هیچی، راستش تو این دوراهی گیر کردم، نمیدونم این بر برم یا این بر برم. سر این چوب رو بشتم علامت زدم، هر کدوم طرف قرار بگیره من از اون دارم. گفت خب تو که 20 دفعه من دیدم انداخت اینو بالا پایین و چرا نرفتی اون را؟ گفت آخه من این را نمیخوام برم، من میخوام این را برم. اگه اراده خدا رو میخوایی در اراده خدا عمل کن، نه احساس خودت، نه فکر خودت. متاسفم که خیلی موقع ما روح القدس رو داریم، کلام خدا رو داریم، اما اراده خودمون رو جایگزین اراده خدا میگیم. خدا به ما گفت، خدا این کارو کردش، خدا خواست من این کارو بکنم، بعد که خرابم میشه یه دلیل دیگه براش میبریم. اگر اراده خدا رو میخواییم، اراده خدا نیکوست و تو رو برکت خواهد داد. بله بفرمایید. که تمام ایام عمرم در خانه خداوند ساکن باشم. آمین. پس نکته بعدی ششم، بمانم در چی؟ بمانم در انتظار خداوند تا خداوند منو دستگیری کنه و مایوس نشم. و کلام خدا میگه هر کس تا انتها صبر کنه نجات پیدا خواهد کرد، به اون جایگاه درست خواهد رسید. در نامه عبرانیان 6:12 میخونیم که اعلام میکنه در زندگی روحانی دچار سستی و تنبلی نگردید، بلکه با شور و شوق فراوان از مردان خدا نمونه بگیرید، از رسولان خدا، از مردان و زنان ایمان که در طول کتاب مقدس و در طول تاریخ پیروزی هاشون رو دیدیم، مردانی که با صبر زیاد و ایمان قوی به تمام وعده های خدا دست یافتن، چون که در این صبر توانستن نشون بدن به خدا اعتماد کردن، نترسیدن. پاستور نیز اعلام میکنه تحمل و بردباری بالاترین دلیری و جسارت هستش. و یک مثال عربی میگه امید و شجاعت دو الماس درخشانن که در تاج موفقیت دیده میشن. وقتی ما در صبر میمونیم، در تحمل میمونیم، ما پیروزی رو نیز کشف خواهیم کرد. بعد بفهمید تا جمال خداوند رو مشاهده کنم و در هیکل او تفکر نمایم. آمین. بله. زیرا که در روز بلا مرا در سایبان خود نهفته، در پرده خیمه خود مرا مخفی خواهد داشت. آمین. و مرا بر صخره بلند خواهد ساخت. و پس این اعتماد رو داره، این اعتماد رو داشته باش، پیروزی خودت رو ببین. بله. و الان سرم بر دشمنانم گرداگردم بر افراشته خواهد شد، قربانی های شادکامی را در خیمه او خواهم گذرانید و برای خداوند سرود و تسبیح خواهم خواهد. آمین. نکته هفتم، یعنی من بکوشم، تلاش کنم، بکوشم در خدمت به ملکوت خدا. همونگونه که عرض کردم عزیزان، از این شرایط استفاده کنید. امروز ما کلیسا داریم، تو که هموطن عزیزم داری این برنامه رو میبینی، شما عضو این کلیسا هستید. پس کلیسا تشکیل شده، کلیسا در و دیوار نیست. خدا رو شکر برای این تکنولوژی که خدا من اجازه داده تولید بشه برای رسوندن خبر خوش. از شما عضو کلیسای مسیح هستی، متعلق به مسیح هستی. سکوت نکن، خبر خوش نجات رو بده روی رسانه ها، با تلفن به دوستانتون. اگر عزیزانی هستن توی ایران که امروز مبتلا به ویروس شدن و یه جای دیگه هستن، برای اونها دعا کنید، تماس بگیرید، با دلیل خبر خوش نجات رو بدید. چرا سکوت میکنید؟ سکوت نکنید، چرا که مسیحیت یعنی مسئولیت. ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم، حتی اگر بگیم ما خادم نیستیم. چرا؟ شما خادم هستیم. و این رو بدونیم که مشکلات و سختی هایی که داره میاد میره دلیل نباید بشه که ما سکوت کنیم. شاعر زیبا میگه، اعلام میکنه صد بار مرا زمانه در هم کوبی، هر پاره استخوانم از غم پوسید، تنها تو شدی، یعنی خداوند، تنها تو شدی بهانه بودن من، عشق تو بهاری شد و در من رویید. وقتی با خدا در تماس هستیم نمیتونیم بی تفاوت باشیم، تلاش کنیم کرد.
و خبر خوش نجات رو به دیگران و هر نوعی شده روی فیسبوک، روی اینستاگرام خواهیم داد، با تلفن خواهیم داد، ولی این سکوت هرگز نمیم کرد. بله؟ ای خداوند، چون به آواز خود میخوانم، مرا بشنو و رحمت فرموده، مرا مستجاب فرمود. آمین. دل من به تو میگوید که گفته ای روی مرا بطلبی، بله روی تو رای خداوند خواهم طلبی. روی خود را از من مپوشان و بندوی خود را در خشم برمگردان. زمان زمان ملاقات با خداست. قبلنم خداوند رو ملاقات کردی، شروع کن دوباره. از خداوند بخوا که با اون ملاقات تازهی داشته باشی در هر جایی بایی هستی. من امروز به عنوان یک کشیش نیز احساسم این هست، نیاز دارم خدا رو ملاقات کنم، ملزم بشم، از ترسام نیز خالی بشم، از نگرانی ها باید خالی بشم، چرا که مسئول یک کلیسا هستم، مسئول خادمینی هستم که در اینجا خدمت میکنم، مسئول خانوادم هستم، مسئول یک آفیس هستم، شبکه بینام امید جاودان هستم. واقعا این چه اتفاقی میافته اگر مردم نتوانم کمک کنن؟ این فکر منو اذیت میکنه که من چه کار میتونم بکنم. اما وقتی که میرم در حضور خدا، خداوند رو ملاقات میکنم، کلام خدا میگه در حضور اون کمال خوشی هاست، از اون قوت میگیرم، از اون قدرت میگیرم و میگم میستیم، نه تنها به امید این که بگیم کلیسا رو خواهیم داشت، بلکه ایمان داریم از این دوره میگذره و جمعیت کلیسای ما چندین برابر خواهد شد. خدا ما رو برکت میده، شبکه ما روی ماهواره خواهد بود، کارهای بزرگتری انجام میدیم. امروز زمانی نیستش که من با ترس و نگرانی فرار کنم، امروز زمانی هست که در حضور خدا به تدبیرهای نیکو بتونم رویای خدا رو عملی بکنم، نه سکوت کنم، نه اعلام خستگی کنم، نه اعلام شکست کنم، بلکه اعلام پیروزی کنم که ما در خداوندمون پیروز هستیم. تو نیز اعلام کن هموطن عزیزم که من در خداوند پیروز هستم. اعلام کن تا تمام صداهای منفی از ذهن تو دور بشه و قوت خداوند نیز در تو عمل کنه. بله؟ آمین. روی خود را از من مپوشان و بنده خود را در خشم برمگردان. تو مددکار من بوده ای خداوند، ای خدای نجاتم، مرا رحم کن و ترک منما. چون پدر و مادرم مرا ترک کنند، آنگاه خداوند مرا برمی‌دارد. آمین. ای خداوند، طریق خود را به من بیاموز و به سبب دشمنانم مرا به راه راست هدایت فرما. مرا به خواهش خصمانم مسپار، زیرا که شهود کذبه و دمندگان ظلم بر من برخواستند. اگر باور نمی کردم که احسان خداوند را در زمین زندگان ببینم، برای خداوند منتظر باش و قوی شو. هللویا. و دلت را تقویت خواهد داد. آمین. بله، منتظر خداوند باش. آمین. 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 نکته بعدیش این هست، نکته هشتم، که بیابم ببینم ثمره ایمانت رو، ببینم، چرا که در غلاطیان 5:22 اعلام میکنه که خوشی و شادمانی و تواضع و فروتنی هستش. و مجال ترس و نگرانی به خودت نده. عنوان خادم خدا نترس، عنوان عضو کلیسا نترس، یک ایماندار نترس، خدا با توست. اتفاقا امروز روز امتحانه، امروز روز آزمایش کشیش هاست، روز امتحان خادمین خدا هست که کجا ایستادن. وقتی که کلیسا همه چیزش خوب هست، اعضای کلیسا همه هستن، ده یک همه میدن، هدایا میدن، خادمین رو میان، پس این که نمیتونیم بگیم امتحانه. ولی وقتی که مثل امروز چنین سختی هست، کلیسا خالی میشه و چه بسا خیلی ها ده یک ندن، هدایا ندن، رابطه دیگه نداشته باشن. اگر یک خادم این گونه به استحالا نشون دهنده ایمانش هست و نترسه و ایمانش رو نه به انسان بلکه به خدا نشون بده که خداوند، من ایستادم نه فقط در زمانی که همه چیز خوبه، حتی اگر توی دنیا هر چیزی بد باشه، خداوند من ایستادم و من به تو اعتماد میکنم. و هوشیار باش ایمان داره عزیز، مبادا در روزهای امتحان کم بیاری، باقی بیاری، پشیمون خواهی شد. یک شرکت ساختمانسازی بعد از اینکه شخصی اونجا کار میکرد، مسئول اون شرکت رو کرد به اون شخص، گفت میدونم که دیگه در روزهای آخر کار در این منطقه هستی، در اینجا هستی و بازنشسته داری میشی. گفت بله بابا، میخوام دیگه برم، بعد از این دوره زمان استراحت هم هست.
گفت ولی ازت یه خواهشی دارم. گفت چیه؟ گفت قبل از این که بری دوست دارم یه خونه ای رو من برای دوستم میخوام بسازم، این خونه رو بدم تو بسازی، به کسی اعتماد نمیکنم. اینم اصرار میکنه نه دیگه من خسته شدم دیگه، میخوام برم وقت بذارم با همسرم، بچه هام، نوه هام، نمیتونم برم. به هر حال از این اصرار و از اونم که میگفت نه، اما مجبور شد قبول کنه. وقتی که قبول کرد بهش گفت ببین این خونه برای یکی از بهترین دوستای منه، تا میتونی با بهترین لوازم این خونه رو بساز، از کارشناسان خوب استفاده کن. انگار این خونه که تو داری میسازی خونه ای هستش که میخواد به خود تو برسه. اینجوری این خونه رو بساز که این دوست من مبادا از دست ما برنجه. اما این شخص دلش گرفته بود و برعکس اون چرا که صاحب کارش بهش گفت، رفت از لوازم چیپ و ارزون استفاده کرد، از کارگرهایی استفاده کرد به جای کارشناس و فقط سعی کرد این خونه رو سریع تموم کنه. وقتی تموم کرد و گزارش داد، همین که وارد آفیس و ساختمون شد، همین که وارد شد دید جشن گرفتن. بعد شنید که آره این جشن برای اون هست. شخص رئیس اون شرکت اومد گفت این بود بای پارتیه برای تو که میخوای بریم، ما برای تو جشن گرفتیم. بعد از سخنرانی از اون شخص میخواد به عنوان کاستراکشن میگه بیا اینجا. وقتی میاد میگه کلیت خونه رو میتونم ازت بگیرم، کلیت خونه رو میده، رو میکنه به بقیه کارمندان کارکنان اونجا، میگه این خونه حق این همکار عزیز ما هست که در طول این سالها اینجا صادقانه کار کرده و کلیت اون خونه رو برمیگردونه به ما. هوشیار باشی، آنچه را که میسازیم در خدمت در ایمانمون مال ماست، خونه ماست. مبادا در این روزهای آخر، در این روزهای امتحان، ما به نوع خدمتیم، به نوع ایمانمون آسیب بزنیم. پس نترس و دلیلانه بایست. در نامه دوم قرنتیان 2:14 اعلام میکنه لیکن شکر خدا راست که ما را در مسیح دائما خلای خالی نمیذاره، دائما در موکب ظفر خود میبرد و عطر معرفت خود را در هر جا به وسیله ما ظاهر خواهد کرد. پس بیست، در این روزها از خداوند بخواه در حضور اون از روح اون پر بشی، باران خدا را بطلب، باران روح القدس را بخواه که روح القدس تو را برکت بده. شاعری اعلام میکنه بارانی باید تا که رنگین کمانی برآید. اگر اجازه بدی از روح خداوند و از قوت خداوند پر بشی، مطمئن باش که خداوند تو رو برکت میده. با سپاس از خادمینی که لطف کردن امروز در این شرایط با ما بودن، روبن عزیزم، گروه پرستش و عزیزانی که اینجا هستن، و با سپاس از تمام شما عزیزانی که به توسط شبکه امید جاودان اجازه دادید ما مهمان مناظر شما باشیم، عزیزان که روی فیسبوک بودن، عزیزان که روی اینستاگرام بودن، خواهش میکنم ما رو شیر کنید. به طور خاص خواهش میکنم روی یوتیوب کشیش رسول حیدری برید و سابسکرایب کنید و مشروط بر این که در قلبتون هست کلیسای پرستم مسیح رو ساپورت کنید و شبکه امید جاودان رو، ازتون خواهش میکنم روی سایت ما برید. سایت ما هست pwoc.church، pwoc.church. قسمت مالی، قسمت هدایا رو کلیک میکنید و میتوانید به توسط کردیت کارت و ویزا کارت هدایا خودتون رو به ما بدید. و یا اگر مایل هستید چک رو ارائه بدید، میتوانید این چک رو به نام pwoc به آدرس 7475 فالبرود اوینیو ویست هیلز زیپ کد 91307 ارسال بفرمایید. سپاسگزار هستم از همه شما و در انتها از خداوند میخوام که خداوند به مطابق فیضت عمل کنه. آنچه را که امروز یافتیم از کلام تو در فکر و دل و احساسات همه ما عمل کنه و در نام عیسی مسیح خدا در ابتدا میخوام ترس هر آنچه که خدای قدوس بر افکار و دل و احساسات عزیزانم هست تو برداری، نسبت به ویروس کرونا و هر موضوع دیگه‌ای خدا، نسبت به موقعیت مالیش،
ای پدر عزیزم، ضعف جسمانیشون در نام عیسی مسیح بشون و این تو باشی که ویروس کرونا را از روی کره زمین پاک میکنی و تو باشی که از این شرایط استفاده کنی برای بیداری روحانی ای خداوندا بین فرزندانت، بین کلیساهای خداوندا، و تو جهان را ای خداوند بیدار کنی و نام خودت را جلال بدی. و چون همه اینا را در نام عیسی مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. آمین. Thank you.